امروز قصد داریم تا درباره عجیب‌ترین روستای ایران صحبت کنیم. شاید فکر کنین که اغراق می‌کنیم تا کنجکاو بشین، اما اینطور نیست. روستای عجیب و خاص تو ایران وجود داره که زمان توش متوقف شده. کسی اجازه ورود به روستا رو نداره. هیچ کس زن و بچه‌های روستا رو ندیده و اهالی از هیچ تکنولوژی مثل برق، تلویزیون، موتور، ماشین یا موبایل استفاده نمی‌کنن. مردم به خاطر همین توقف زمان به این روستا میگن ایستا. با ما همراه باشین تا این روستا رو بهتر بشناسیم. دور تا دور روستا با درخت‌های تبریزی و دیوار پوشیده شده و بین این درخت‌ها 9 تا خونه قرار داره. مردم این روستا زندگی بسته‌ای دارن و تلاش می‌کنن همه نیازشون رو خودشون تأمین کنن و با مردم ارتباطی نداشته باشن. تو تمام 30 سال گذشته کسی زن و بچه‌های روستا رو ندیده. اهالی ایستا شناسنامه ندارن و جزء جمعیت رسمی ایران محسوب نمی‌شن و از هیچ خدمت دولتی استفاده نمی کنن. اهالی به جای همه اینا به کشاورزی و دامپروری مشغولن و آبشون رو هم از رودخونه نزدیکشون تأمین می کنن. البته فکر نکنین که اهالی ایستا فقیرن. تو همین روستا اسبهای میلیاردی پرورش داده میشه و اکثر اهالی زمین دارن. اما اهالی ایستا چرا اینطوری زندگی میکنن؟ اهالی طالقان تاکید دارن که اهالی ایستا اصلاً طالقانی نیستن و در اصل ترک زبان و از مقلدین آیت الله تبریزی، یکی از مراجع تقلید زمان قاجارن. مقلدین میرزا معتقدند در زمان غیبت امام زمان باید تو مسائل هیچ تصمیم جدیدی نگرفت. اونا درست مثل خود میرزا با هر چیز جدیدی مشکل دارن. این گروه تو تبریز کلی زمین دارن. اواخر دهه 60 تصمیم میگیرن به جایی هجرت کنن که مذهبی تر باشه و تو احادیث ظهور بهش اشاره شده. برای همین اومدن سمت طالقان. تا حالا دولت و مردم محلی و اهالی روستا کاری به هم نداشتن، اما آیا اوضاع همیشه همینطور میمونه